We have the will, and if necessary, we'll do whatever is necessary to stop Iran from having a nuclear arsenal. بنیامین نتانیاهو که مجددا نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده، مدعی است هر چه در توان دارد برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به کار خواهد گرفت. حتی مدعی است با حمله نظامی، ادعایی که بیش از 15 سال است مدام مطرحش می‌کند. چند روز پیش هم مجددا رژیم صهیونیستی رزمایشی با آمریکا برگزار کرد برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، مانند سایت غنی‌سازی نتنز. حالا به فرض اگر جت‌های اسرائیلی موفق بشن وارد آسمان ایران بشن و سالم به سایت هسته ایران در نتنز برسن، به فرض بمباران این سایت هسته‌ای و آسیب به اون اگر تونستن سالم از آسمان ایران خارج بشن، دست کم یک ساعت زمان نیازه تا به پایگاه اصلی خودشون در سرزمین‌های اشغالی برگردن. اما سوال اینه، آیا دیگه پایگاهی وجود خواهد داشت که اونا بتونن توی اون فرود بیان؟ احتمالاً شبیه همان پاسخ ایران در دقایق اولیه باشد. کمتر از 7 دقیقه بعد از شلیک‌ها، موشک‌های بالستیک تاکتیکی سوخت جامد نیروی هوافضایی سپاه مانند دسفول و جدیدترین آن خیبرشکن، اگر از جایی مانند نتنز به سمت هدفشان شلیک شوند، اهداف خود را با این دقت منهدم می‌کنند. یکی از هدف‌های تعریف شده آنها هم اینجا تأسیسات ساخت کلاهک‌های اتمی اسرائیل دیمونا، البته این شبیه ساز آن است. با رسیدن موج اول حمله به مقصد، حالا موشک‌های راهبردی سپاه در سیلوهای زیرزمینی سوختگیری شده و پایگاه‌های موشکی آماده موج دوم حمله می‌شوند. این موشک‌ها مانند سجیل در لحظه اصابت به هدف سرعتی بیش از 10 برابر صوت دارد، با کلاهکی بیش از 1 تن. اگر در موج دوم حمله عملاً سایت هسته‌ای دیمونا منهدم شود، تل آویو با خاک یکسان خواهد شد. منتها رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاد. برای همین فرمانده کل قوا 11 سال پیش این هشدار را به رژیم داده بودند. اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.